روانی در تلاش برای رام کردن یک زن آدمخوار که همه چیز به شکل فوق‌العاده بد پیش میره. یلاسیا سلام. امروز برات فیلم دومن رو آوردم که چند روز پیشم توی کانال معرفی کردم و خیلی پیشنهاد دادید که حتما قرارش بدم. این فیلم از سال 2011 و نمره 6 IMDb داره و یه فیلم روانشناختی و ترسناکه که خیلی معنی مهمی پشتش. این فیلم در مورد اینه که بعضی از آدم‌ها به اسم تمدن کارهایی رو انجام میدن که حتی آدم‌های وحشی و غیر متمدن هم ازش متنفرن. بریم فیلمو ببینیم، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید. حواستون به اسپور کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم سکانس یه جنگل می‌بینیم که یه زن شبیه قارنشینای وحشی به غاری میره و می‌خواد یه گرگو بکشه. دنبال گرگ راه میفته و وسط غار می‌بینه که این گرگ داره یه نوزاد مراقبت می‌کنه. برای همین هم انگار ارتباط خوبی باهاش می‌گیره و زن کنار نوزاد می‌خوابه و دیگه به گرگ هم آسیبی نمی‌زنه. می‌ریم به طرف دیگه‌ای و دختری به اسم پگی رو می‌بینیم. یه مهمونی و پگی با خانواده‌اش، یعنی مادرش بل، پدرش کریس، خواهرش دارلین و برادرش برایان به اینجا اومدن. پدر خانواده وکیله، مادر خانواده هم یه زن خیلی سر به زیر و خیلی حرف گوش کنه. پگی هم همینطور و کلا دوست داره تو جمع باشه. اما برخلافش برایان یه رویه عجیب داره و اینو وقتی میفهمیم که کنار خیابون نشسته و زورگوی چند نفر به یه دختر بچه رو با لذت نگاه میکنه. بعد ما اونجا میره. بعد مهمونی هم سمت خونه راه میافتن و پگی بازم ساکته. روز بعدی میرسه و وقتی کریس داره قهوه میخوره به همسرش میگه چقدر خوبه که خونه ساکته و این زن گوشه‌گیرم با لبخندی جوابش میده. شوهرش میپرسه به سگا غذا دادی یا نه و بل با نگرانی میگه آره، به برایان گفتم این کارو بکنه. پدر خونه میزنه بیرون چون میخواد حیوان شکار کنه. صدای سگا زیاده اما اهمیتی بهشون نمیده. چند ساعت تو جنگل میگرده و کریس هنوز نتونسته حیوان شکار کنه. وزره که همین کردناش اون زن وحشی اول فیلمو میبینه که داره خودش کنار رودخونه میشوره. کریس با ذوق نگاهش میکنه و از زیبایی بدنش لذت میبره. بعدم تعقیب میکنه تا وقتی میفهمه که تو کدوم غار زندگی میکنه برمیگرده خونه. انگار خیلی خوشحال با دیدن همسرش دستور میده شامو حاضر کنه. کلا این زن انگار مثل یه برده حرف گوش کنه. بعدم همه اعضای خانواده‌اش میخواد که همراهش به انبار زیرزمین خونه برن. ازشون میخواد هرچی لوازم اینجا هست خالی کنن و وقتی بل میپرسه برای چی این کارو کنیم، کریس با لبخندی میگه که بعداً میفهمید. بعد خالی شدن انبارم بقیه میرن داخل و بل میره پیش دخترش پگی که دم پنجره نشسته. پگی میپرسه بابا چه نقشه‌ای داره و مادر میگه برو بخواب، به ما مربوط نیست. بعدم خودش میشینه و به کریس زور میزنه. روز بعدی میرسه و میبینیم که زن وحشی داره دنبال غذا میگرده و یهو کریس با اسلحه سر میرسه. تله کارگوتش رو بعد انداختن یه تور رو سر این زن ضربه به سرش میزنه و بیهوشش میکنه. در همین حالم پگی رو میبینیم که مدرسه است و هم معلمش اجازه میگیره که بره دستشویی، اما دیگه تا آخر کلاس بر نمیگرده و فقط میاد لوازمش ببره. اینجاست که معلمش به نقاشی پگی نگاهی میکنه و انگار متوجه یه علامت مهم از مشکلات ذهنیش میشه. برایان هم دی کلاس ورزشه و با همکلاسی سیندی یه کلکل سر بسکتبال میکنن، اما خب سیندی بازیو میبره و برایان هم خیلی عصبی میشه. برای همه یواشکی میره به کلاسشون و میره سر کیف سیندی. روشونه اون یه آدانس میچسبه و میذاره سر جاش. کارش هم نتیجه میده چون موهای سیندی لای شونه گیر میکنه. برایان با لبخند میگه بذار کمکت کنم و به این بهونه شونه رو محکمتر میکشه که دختر دردش بگیره. اما سینلی چیزی رو به دل نمیگیره و میگه مرسی که باز خواستی کمکم کنی. وقتی هم در آخر شونه رو جدا میکنه کلی هم موهاش کنده میشن و برایان لبخندی از خوشحالی میزنه. میریم به خونه و کلیسا میبینیم که زن بیچاره رو به انباری خالی شده میبره و دست پاشو میبنده. شروع به بررسی همه جای بدنش میکنه. وقتی میخواد دندونای این دختر چک کنه یه دفعه این دختر به هوش میاد و با تمام قدرت انگشت کلیسا رو گاز میگیره به قدری محکم که از جاش کنده میشه. بعدم با بیخیالی حلقه ازدواج مردو توف میکنه و انگشت بریده شدهش رو میجوه. کلیس خیلی عصبی و چند بار زنو میزنه. بعدم میره خونه که دستشو ببنده. بعد این کارم دوباره به انبار میاد و این بار که تیکه چوب پشت سر زن میذاره. میره عقبتر و یه دفعه با اسلحه به چوب شلیک میکنه. بلندی صدای گلوله به حدیه که زن فریاد میکشه و انگار کلا شنوایش آسیب میبینه. کلیس هم میگه بالاخره یکم آروم شدم. حالا با خیال راحت اعضای خانواده‌اش هم صدا میکنه و همه میرن که بفهمن چرا میخواسته انبارو خالی کنه. همین که این زن رو میبینن برایان لبخندی رو صورتش میاد و خیلی لذت میبره، در حالی که سه تا زن خانواده به شدت ترسیدن و زبونشون بند میاد. کریس پسرش میگه ما میخوایم این زن وحشی رو آرومش کنیم و بهش بفهمونیم که متمدن بودن یعنی چی. بعدم به همشون میگه نباید نزدیکش شید و یه سری قانون میذاره، از جمله اینکه هر روز بهش غذا بدید و مادر میره این کارو کنه و پدر به پگی دستور میده که لوازم درمانی بیاره تا زخمشو ببندن. قبل خروجم کریس به پسرش میگه این زن همینجا قرار بمونه، پن نگران نباشه، همیشه هست پیشمون.
چند ساعتی میگذره و همه میان که به زن غذا بدن، اما اون با عصبانیت ظرفو پرت میکنه به طرفی و کریس محتواشو باز هول میده سمتش. بعدم به خانواده‌اش میگه هیچ کس نباید از این قضیه با خبر بشه. میرم به خونه و بعد شام دختر کوچیک خانواده یا همون دارلینگ یه دونه رادیو برمی‌داره با خودش میبره کنار همون انبار. اونو میذاره که زن یکم موسیقی بشنوه و آروم شه. این اتفاق هم نتیجه میده، چون چند لحظه بعد زن یکم آرومتر میشه و به قضیه روی زمین زل میزنه و تقلا نمیکنه. پگی میبینیم که تو اتاقش به گوشه زل زده و پدر داره نگاهش میکنه. میاد کنارش و از پگی در مورد وضعش تو مدرسه سوال میکنه. مشخصه این دختر معذبه و جوابی نمیده. پدر یکم در مورد قشنگی های زندگی آینده صحبت میکنه، در حالی که مادر سر میرسه و بهشون زل میزنه. در آخر هم پگی میبوسه و با همسرش به اتاق میرن. بل با نگرانی از کریس میپرسه به نظرت باید این زن همینطوری نگهش داریم؟ کریس حرف نمیزنه، اما یه سیلی تو گوش بل میخوابونه که اونم ساکت میشه. روز بعد میرسه. وقتی کریس به اداره میره متوجه نگاه پر از لذتش به منشیش هم میشیم. تو مدرسه هم پگی همچنان گوشه گیره و سر کلاس ورزش هم نمیره و بهشون میگه حالم خوب نیست. برام دراز میکشه و میزنه زیر گریه. معلم پگی همین صحنه رو میبینه و از مدیر مدرسه میپرسه نمیدونم چرا انقدر پگی عوض شده، قبلا خیلی خوشحال بود. برایان هم میبینه که تو کلاس نشسته و در حال فکر کردن به زندانی بیچارهشون لبخندی به لب میاره. زنی که میبینیم موفق میشه با تقلا یکی از دستهای خودش رو تقریبا باز کنه. بعدم دیگه کم میاره و شروع میکنه به خوردن غذای رو زمین. تایم مدرسه تمام میشه و کریستو میبینیم که میره دنبال دخترش پگی و اونم با بیملی سوار ماشین میشه. از پدرش میخواد سیگار نکشه اما اون توجهی نمیکنه. به خونه میرسن. پدر به رایان میخواد به سگا غذا بده و وقتی میخواد این کارو کنه متوجه ذات کثیف این پسر میشیم. سگا رو مدام به بهونه غذا اذیت میکنه و حتی با شلنگ فشار قوی روی یکیشون کلی آب میریزه که نتونه این کارو بکنه. اما چند لحظه بعد یکی از سگا میترسونتش و به رایان میفره روی تیک دستشویی. حالا عصبی و میره بیرون و یه دستگاه برمیداره. میخواد خودش رو آروم کنه و برای این کارم سوراخی با دستگاه روی در زیر زمین درست میکنه و از اونجا مدام این زن رو دید میزنه. زنی که متوجه این کارش شده و برایان برای لو نرفتن یه آدامس رو سوراخ میچسبونه که کسی نفهمه. داخل خونه پگی رو میبینیم. صحنه ای رو از مدرسه امروز به یاد میاره که معلمش اونو به گوشه ای کشوند و باهاش صحبت کرد. خیلی رک بهش میگه من شک دارم تو حامله باشی و اگه چیزی هست به من بگو که کمکت کنم. ولی پگی هم جوابی بهش نداده. بعد غذا خوردن به دستور کریس بل چند تا ظرف آماده میکنه و به انبار میرن تا این زن رو تمیزش کنن. بل به همسرش با ناراحتی نگاه میکنه چون داره با کف سینه های این زن رو میشوره. یه دفعه چوبی از زمین برمیداره و زندانی هم متوجه میشه اما چیزی نمیگه. بل آرومی میاد جلو و میخواد کریس رو بزنه اما پشیمون میشه. به جاش بهش میگه یکی از تنباشور شلو و کریس هم برای تشکر جلو زن رو میبنه که دیگه نتونه فرار کنه. بعدم از بل میخواد که پسرش رو به بهونه آوردن هیزم بفرستن تو جنگل تا بتونن زن راحت ببرن بیرون از انبار و اگه جای راحت بشوننش. این کار هم میکنن. کریس زن رو میبره بیرون و با کمک بل و پگی شروع به شستنش میکنن. زن یه لحظه به شکم پگی زل میزنه و با زبونی عجیب چیزی میگه اما کسی نمیفهمه یعنی چی. کریس هم با شلنگ فشار بالا سعی میکنه زن رو تمیز کنه که از سوزش زیاد آب مدام جیغ میکشه و حالش داره بد میشه. پگی میترسه، به پدرش التماس میکنه که بس کن اما اون گوش نمیده. پگی هم با سرعت دستگاهو خاموش میکنه و زن یکم دردش آروم میشه. حالا که زن شوکه شده و زبونش بند اومده به سختی کلمه پلیزو به زبون میاره، کلمه‌ای که پگی موقع التماس به پدرش میگفت تا به این زن آسیبی نرسه. کریس هم از اینکه این زن وحشیه کلمه جدید یاد گرفته خوشحال میشه و میفهمه که پس میشه اینا رو آروم کرد. بعد بستن دوباره زن تو انبار کریس لباسی که همسرش دوخته تن زن میکنه. بعدم غذایی بهش میده و این بار رفتار جفتشون آروم تره، طوری که زن با زبون خودش به کریس میگه ممنونم. مشخصه این مرد از اینکه حالا این زن خیلی قشنگ تر شده خوشحاله. تو همین ساعت معلم پگی رو میبینیم که به خونه این خانواده زنگ میزنه تا در مورد بچهشون باهاشون صحبت کنه. پگی هم متوجه این قضیه میشه و قبل اینکه خانواده‌اش بفهمن پیامو پاک میکنه. نصف شب شروع کریس یواشکی از جاش بلند میشه. بلم هنوز بیدار و اینو میفهمه اما چیزی نمیگه. پسر خانواده هم بیداره. کریس به انبار میره و برایان هم که صدا رو میشنوه میاد و از سوراخ روی در نگاه میکنه. پدر که دیگه کنترلش از دست داده بدون توجه مقاومت زن باهاش رابطه برقرار میکنه. بعد تمام شدن کارش هم برایان سری در میره و کریس هم میاد پیش همسرش. اون رو تو آغوش میگیره و طوری که انگار هیچی نشده میخوابه. روز بعدی پگی به مادرش میگه حالم خوب نیست و مدرسه نمیره. معلمش وقتی میفهمه که امروز غایبه بیشتر به اوضاع شک میکنه. چند ساعت بعد برایان به خونه میاد اما نمیدونه پگی مدرسه نرفته. از خونه یه انبار دست برمیداره و به انبار میره. پگی هم متوجهش میشه. پسر روانی با این وسیله به زن حمله میکنه و برشی بزرگ روی سینه‌اش میزنه. زن از درد فریاد میکشه و پگی با سرعت میدوسه
سمتشون. بریانو دعوا میکنه که بره بیرون و بعدم لباس زنو میبنه که خونریزیش کم بشه. زنی که از درد داره بیهوش میشه و فقط سعی میکنه یه جوری پیگیری تشکر کنه و باهاش حرف بزنه. اما خب زبون همون نمیفهمن. دختر به خونه میاد و سری برای مادرش تعریف میکنه که برادرش چی کار کرده. اونم بریانو دعوا میکنه و وقتی همسرش از سر کار میاد بهش جریانو میگه. اما کریس خب برخورد دیگه ای داره. شروع میکنه به توجیه کار بریان و میگه اونم یه مرد شده و میخواسته نیازش رو برطرف کنه. اون زن وحشی هم دیگه مثل قبل کثیف نیست، نباید ازش متنفر باشی، ما هر کاری بخوایم میتونیم باهاش کنیم. بلکه همسرش همچین روانی بازی رو هم حتی توجیه میکنه، دیگه عصبانی میشه. به کریس میگه اگه کسی بفهمه چی کار کردی میفتی زندان. همون کثافت کاری که توی تحویله کردی برای حبس ابدت بس بود. ما نمیدونیم جریان تحویله چیه، اما هر چی هست کریس رو به هم میریزه. اونم اشاره میکنه که اتفاق تحویله اتفاقا تقصیر تو بود. خودت از جریان آنوفتالمیا خبر داشتی. آنوفتالمیا یه معلولیت خاصه که وقتی یه جنین داشته باشدش یه دنیا رو تا چشمش از دست میده. بازم نمیفهمیم منظور کریس از این حرف چیه، اما بل با عصبانیت میگه من و دخترام دیگه از اینجا میریم. بریانو نمیبرم چون اونم مثل تو روانی شده و پیش خودت نگهش دار. خب مشخصه کریس هم نمیخواد اینا خونه برن و بعد چند تا مشتلگت بلو بیهوش میکنه. پگی با ترس مادرش نگاه میکنه در حالی که بریان با لبخند لذت بخشی به جریان زور زده. کریس به پگی دستور میده یه پارچه یخ بیاره و میخواد همسرش ببره به اتاق که یه رفعه کسی در میزنه. یکم همه شوکه میشن و پگی با آرومی در باز میکنه. کریس و پسرش هم بدن مادر رو روی صندلی میشونن. پشت در معلم پگیه. دختر سعی میکنه بهش بفهمونه اینجا خطرناکه، اما معلم اصرار داره بیاد تو با پدر مادرش صحبت کنه. کریس هم متوجه میشه و زن راه میده داخل. کنار پگی و برایان میشینن و از معلم میخواد صحبت کنن چون بل حالش خوب نیست و مشروب خورده و روی صندلی خوابش برده. معلم شروع به تعریف غیبت‌های پگی و لباس‌های گشادی که همیشه میپوشه میکنه و بعدم میگه فکر کنم پگی باردار رو میترسه بهتون میگه. پدر میخنده و میگه غیر ممکنه چون بگی اصلا دوست پسر نداره. پس یعنی شما به من که برادرش مشکوکید و فکر میکنید ما کاری کردیم، درسته؟ معلم سریع میگه نه واقعا منظوری نداشتم، اما دیگه این مرد روانی رو باید شناخته باشیم. بعد کوبیدن معلم توی در به پسرش میگه تناب بیار و سکانس بعد میبینیم که این معلم بیچاره رو بیرون خونه میکشن روی زمین. پگی خواهش میکنه بس کن، اما پدر توجهی نمیکنه و در آخر معلم رو نزدیک تحویله میبنده. بعدم خسته از التماس های پگی میزنتش و بهش میگه شما زنا همتون مثل زالوید و خیلی بیکار بردید. دوباره معلم رو با خودش میکشه و به داخل تحویله میبره. پگی هم با وحشت میدوه داخل خونه و یک کلید برمیداره. مادرش تازه به هوش اومده و هنوز خیلی گیجه. با همون حال به دختر کوچیکش دارلین میگه برو تو اتاق رو در و قفل کن و اصلا بیرون نیا. خودش هم از خونه به آرومی خارج میشه. برمیگردیم به طویله. بریان دیوونه با چوبی کلی معلم رو کتک میزنه. کریس هم میبرتش به قسمتی که چند تا سگ نگه میدارن. بعدم یه دفعه اسم یه نفر رو به اسم ساکت صدا میکنه. میبینیم دختری کنار سگا بسته شده و مثل حیوانا داره رفتار میکنه. چشماش مشکل دارن و حالا با توجه به حرفایی که کریس و بل میزدن میفهمیم ساکت دختر دیگه شونه و این مشکل رو موقع تولد داشته. ساکت از زمان تولد مشکل آنوفتالمیا داشته و برای همینم هم کریس گوشش پیش سگا که نخواد مثل یه آدم باهاش برخورد بکنه. به دستور کریس ساکت و سگها بیرون میان و شروع میکنن به خوردن این معلم به شکلی خیلی وحشتناک، در حالی که کریس و برایان با لذت بهشون زل زدن. پگی میبینیم که با کلیدی که برداشته به انبار میره و زن رو آزاد میکنه. زنی با ذات وحشی که حالا سرشار از نفرت و کینه شده. دوتای میان بیرون و مادرش بل رو میبینن، اما پگی نمیتونه چیزی رو به این زن بفهمونه و اونم به بل حمله میکنه. یه رفعه نصف صورتش با دندون جر میده و بعدم جنازه مادر رو پرت میکنه گوشه دیگه زمین. میره به سمت تحویله که سر و صدا میاد و بالاخره وقت انتقامش میرسه. با تیغ دستگاه چمنزنی به برایان که جلوش حمله میکنه. انقدر با این تیغ پسر رو میزنه که بدن پسر نصف میشه. کریس هم وحشت دلست و سریع اسلحه‌اش رو در میاره. میخواد گلوله داخلش بذاره اما دیره چون این زن میره طرفش و به سادگی مشتش رو کاملا توی شکم مرد فرو میکنه. با دستاش قلبش رو از تنش در میاره و همین که اولین گاز رو از قلب میزنه بدن بیجون مرد میفته زمین. ساکت دختر وحشی خانواده به آرومی پشت سر این زن راه میفته و انگار حالا چون اونم مثل خودش وحشی و مرده اعتماده اونو مادر خودش میبینه. زن قلب کریس رو به ساکت میده و اونم با خیال راحت میخوره. دوتایی سمت خونه میرن. دختر کوچک خانواده دارلین با یه بطری آب میاد جلوش و زن اونو ازش میگیره. برای جبران این محبت دست خونی خودش میبره سمت دارلین و اونم خون رو مزه میکنه و انگار خوشش میاد. همین کار رو با پگی هم انجام میده، اما پگی نمیتونه بوی خون رو تحمل کنه. زن به شکم پگی دستی میکشه و با اشاره بهش میفهمونه به خاطر حاملگی دیگه نمیتونه تحمل کنه. برای همینم این بار میبخشه و فقط دست دارلین رو میگیره. دوتای همراه ساکت به سمت جنگل راه میفتن. چند لحظه بعد پگی که دیگه از این شهر و آدما متنفرن دنبالشون راه میفته و چهارتایی میرن تا شادی زندگی جدید توی طبیعت شروع کنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه.
یه اتفاق خفنی که توی آخر فیلم افتادش همون مدلی بودش که کلا این زن کریسو به قتل رسوند. اون مدلی که دست خودش رو توی یارو فرو کرد و قلبش رو در آورد دقیقاً یه جوابی بر همون کاریه که مرد باهاش کرده بود. مرد وارد بدن این زن بدون اجازه شده بود و اونم برای انتقام بدون اجازه این مرد وارد بدنش شد، ولی نه به صورت جنسی، به صورتی که بتونه آرامش خودش رو به دست بیاره، به صورتی که فوق العاده خشن و وحشیانه. همون حسی که بارها در موردش صحبت کردم تو فیلم‌های مختلف، وقتی به یه زن دست درازی میشه و همچین بلایی سرش میاد واقعا همینطوری متنفر میشه کسی این کارو باهاش کرده. مورد دیگه همونطوری که اول فیلم هم گفتم خیلی میاد در مورد تمدن صحبت میکنه. اصلا ما الان یه جاش هستش که کریستیان به بچه‌اش میگه ما میخوایم به این زن وحشی یاد بدیم که متمدن باشه و به این اسم دیدیم چه کارهایی باش میکنن. اون بچه رو دیدیم باش چی کار میکرد، خود پدر رو دیدیم که هر بلایی سر این زن رو برد و کلن به اسم این کار، به عنوان این که میخوان همچین چیزی رو بهش یاد بدن، کارهایی رو باش انجام میدن که حتی این زن وحشی هم ازشون بیزاره. و همین جمله و همین اتفاقایی که میفته اند قضیه براتون بیان میکنه اینکه چقدر بعضی از آدمها به اسم تمدن به هر کاری دست میزنن و چقدر این دردناک و وحشیانه است. پایان فیلمم باحاله که میاد این دختر رو با خودش میبره، دخترهایی که همشون انگاری اندازه خودش از این خانواده بیزار شدن. پگی توسط پدر و برادر خودش بهش تعرض شده بود و داشت بچه اونا رو حمل میکرد. از اون طرف دختر کوچیک خانواده همه وحشیگری رو مجبور بود ببینه. یا نفر دیگه هم که همون ساکت بود، دیدیم از زمان تولدش مورد خشم و غضب این خانواده قرار گرفته بود و چقدر تا الان درد کشیده. و تمام این قربانی ها همه کسایی که توسط کریس و برایان مورد آزار قرار گرفته بودن با هم دیگه میرن تا شاید یک قبیله برای خودشون تشکیل بدن، تا شاید بتونن با هم دیگه به عنوان یک خانواده جدید زندگی بکنن. که اینم خب باز یه نماد از این میشه که افرادی که به اسم تمدن هر بلایی سرشون اومده در آخر با همدیگه دست به یکی میکنن تا بتونن برن تمدن جدید رو تشکیل بدن، توی اون واقعا آرامش رو نشون بدن بقیه، اینکه بفهمونن اگه واقعا بخواید دنبال یه حال خوب باشید و زندگی درست داشته باشید اینطوری باید بشه. در آخرم یه درس دیگه ای که میده مدل تربیت و کلن شخصیت برایانه که خیلی هم قشنگ این پسر بازی میکنه نقششو. این پسر علنن یه آینه ای از رفتار پدرشه. همون حرفی که میزنن میگن بچه ها آینه رفتار پدر و مادر خودشونن. مادرش یه آدم ترسویی بود که کلن به هیچ نمیتونست مخالفت بکنه و پگی شبیه اون شده بود. پگی میتونست این مشکل باردارش رو به معلمش بگه، مدرسهشون بگه، با پلیس بیان پدرش رو ببرن و شاید همه چیز درست میشد. از اون طرف برایان پدرش رو الگوی خودش قرار داده بود و دیدیم که چقدر حتی داشت از اون هم وحشی تر میشد. اون شاید همچین بلای وحشیانه رو سر دختر نیاورد که بخواد با انبر دست رو اون کارو بکنه، اما برایان رفت همچین کاری انجام داد و قطعا وقتی بزرگتر بشه قرار از کریس خیلی آدم بدتری هم بشه. خیلی میاد اینو به نظرم قشنگ یاد میده. و حالا دارلین هم که با اون زن رفت و کلا دختر باش رفتن، قطعا قراره در آینده این زن الگوی خودش قرار بده. دیگه همین، امیدوارم فیلم خوشتون اومده باشه. حتما پیشنهادتون رو بنویسید، لایک، کامنت، ساب یادتون نره. روزتون هم گلسی.